خب هما جان سرشار عزیز، سامنگار برجسته با ما عزیزن، سلام میکنم به هما جان. خیلی خیلی خوش آمدی. سلام بر شما، درود بر شما روزنامه نگار پیشکسوت و برجسته تر علیرضا میبودی، همینطور خدمت فروده نازنین ارزد سلام دارم و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. ممنون. قبل از که بفرمایید بگم که الان در خاورمیانه رخ داده، نمیدونم این گزارش مربوط به بهره هوشی ملت ها، میخوام بپرسم که کتابتون آورد در چه وضعیست؟ رفته چاپخونه. رفته چاپ. بله. بنابراین دسامبر منتشر میشه. امیدواریم که دسامبر بده. بله. خب وقتی این کتاب رو میخونید، الان که مجموعه مصاحبه هاست و شخصیت ها، دو بخشه، مجموعه مصاحبه هاست و مجموعه دلنوشته ها. آها خب. بخش دومش که دلنوشته هاست، مثلا در مورد، فرض کنید یکی از مثال بزن، مثلا در مورد فروهرها، روزی که اینا رو مسله کردن در واقع و اون قتل حکومتی وحشتناک انجام دادن، یه تظاهرات اینجا در لس آنجلس داشتیم، در میدان فدرال. بله. و اونجا خب چند نفر سخنران بودن، یکشم من بودم. مثلا اونی که نوشتم در موردشون مثلا تو این کتاب هست، چیزایی این چنینی که در نشست ها و جلسات مختلف یا به مناسبت فوت یا به مناسبت که اتفاقی افتاده برای یکی از این 53 نفر در واقع، یه چیزی نوشتم در موردشون که فقط مثلا یک بار خوندم یه جایی یا اجرا کردم، اونم هست اون تو. یه بخش اولش بیشتر مصاحبه هاست، مصاحبه هایی که اونها هم هیچ جا چاپ نشده، یه مصاحبه خاصی. مثلا برجسته ترینش به نظر من مصاحبه سعیدی سیرجانی است. بله، با سعیدی سیرجانی که اصلا وقتی آمد به لس آنجلس، وقتی نه وقتی من رفته بودم نیویورک، در نیویورک بود پلو دکتر یارشاته. بله. بعد فرض کنید سیمین بهبهانی یا افراد خیلی های با گرگین هم مصاحبه داری؟ با گرگین مصاحبه ندارم، در مورد گرگین تو دل نوشته ها نست. بله. به مناسبت فوتش صحبت کردم و چیز نوشتم. جالبه که یعنی این تعدادی رو که انتخاب کردم، تو خود کتابم توضیح دادم، یه چیزی حدود 1800 خورده مصاحبه من کردم در این سالهای 1800 مصاحبه. شما خیلی بیشتر کردین، فکر نکنید دست بالا نگیرید، فکر کنید زیاده. شما اگه هر روز 3 تا مصاحبه کرده باشید، ضرب بزنید به این 40 سالی که دارید این کارو میکنید، خواهید دید مال شما میشه 4-5 هزار تا. بیشتر میشه. اینا رو همه رو دارید؟ اون همه رو به صورت دیجیتال دارم. اونایی که انجام دادم تو رادیو انجام دادم یا رفتم مثلا باشون مصاحبه کردم، تلویزیون که بودم، تلویزیون جهان به جمع، تلویزیون آقای زیا موقع که NITV. بله. اونجا مثلا با داریوش همایی مصاحبه مفصل دارم که اونم تو این کتاب هست. اینا رو چون در واقع پیدا کردنش خیلی مشکل بوده، جایی نبوده که مردم بتونن بهش دسترسی داشته باشن، اونا رو چاپ کردم. اون 1800 خورده ای مصاحبه ای که در طول این سالها تو رادیو 670 کردم و یا در تلویزیون جام جم بوده و اینها، به دلیل اینکه اونا هیچ جا به صورت لزومی نداشت که دیگه اینا مثلا نوشته بشه تو کتاب، چون به صورت دیجیتال هست، اونو اسامیشون نوشتم و تو صفحه خودم هم تاریخ این مصاحبه رو نوشتم، اونو میتونن سرچ کنن پیدا. خیلی شاره. آره، ولی از توی اینها 53 نفر رو انتخاب کردم. بله، انتخاب کردم که اونا رو گذاشتم، چون میدونم که برای بسیار از مردم جالبه. مثلا صحبتی که من در روز تشییع جنازه و خاکسپاری هایده کردم که خب اون یه چیز کلاسیک شده. سخنان این چنینی یا اینا رو داری؟ همه رو دارم. من هر کاری من آخه این گفتگو رو مثلا یه ساعت پیش انجام دیگه فکر میکنم داشته باشم. آره، مثلا مال دیشب رو ندارم. نه دیگه بس. ولی تو امواج اینترنتی هست. نه به لطف فروده. بله. ولی نه همش نیست، اخیراً هست از دوره رادیو. بله. قبلیش کدوم نیست؟ نه، من اون قبلی رو خودم هردف میرفتم تلویزیون. این انزمات شما فوق‌العاده است، آفرین. خب فکر میکنم یه مقدارش هم به دادیم آقای مینانی دیگه تو آستانفورد. همش رو دادم الان. این کتاب هم که بهش اضافه بشه دیگه تمام آرشیو کامل خواهد شد از این بابت. چقدر زاده. آره. خب
اولین کسی که بهش مصاحبه کردید کیه؟ در خارج از کشور. آره، هادی خورسندی و نادر نادرپور در فاصله یک هفته به طور جدا. بله، 1984 من سفر کردم به اروپا، هادی رو اونجا دیدم و بعدم نادرپور رو در پاریس دیدم، رفتم خونهش. هادی رو رفتم خونهش باشون مصاحبه کردم. بعد مصاحبه رو فیلم برداری هم میکردی یا فقط ضبط؟ نه، اون موقع که اصلا فیلم برداری نه، اون موقع یه سونی داشتم من، یه ضبط سونی خیلی هم سنگین و بزرگ بود، اصلا که مثل کیف سامسونای رو دوشم بعد رو میداختم. رو اون ضبط کردم، بعد پیادش کردیم، بعد نگرشون داشتم اینا. بعد دومین مصاحبه که در واقع آغاز کار کیهان لندن بود با پری صابری و هما پرتوی کردم. اونا اینجا زندگی میکردن. پری صابری؟ بله، اونم مال دوران مشترک یا به جداگونه؟ نه، جداگونه. جداگونه که اونا تو کیهان چاپ شده. کیهان هم دیگه فکر نمیکنم کیهان 40 سال پیش خیلی در دسترس باشه. و اتفاق جالبی که افتاده، من این وزیری بود سردبیر اون زمان؟ بله، فکر میکنم آره، وزیری، هوشنگ وزیری، هوشنگ وزیری. و خود دکتر مصباح‌زاده خیلی فعال بود شخصا. کتاب داشت میرفت زیر چاپ که در هفته گذشته، دو هفته گذشته این دو بانو، هما پرتوی و پری صابری، فوت کردن. من زیر هر کدوم از این مصاحبه که انجام دادم یا دلنوشته ها، یه سه چهار خط نوشتم که الان اینها در چه حال هستن. علتش هم خب همین عنوان کتابی که آشنایان را چه شد. کتاب رو از چاپخونه کشیدیم بیرون، برای اینکه نوشته بودم مثلا هما پرتوی همچنان در لس آنجلس زندگی میکنه، مشغول کاره، یا اصلاح کردیم که دیگه موقعی که در میاد به روز باشه. چیزای اینجوری که فکر میکنم یه کتاب مرجع میشه برای کسانی که بخوان در مورد مشاهیر و الف در واقع چند درصد حیات دارن از اینو که شما مصاحبه کردید؟ 50% حیات دارن. با یاشاتر هم هست؟ با یاشاتر. بله. جلال متینی؟ جلال متینی نه. نیست؟ نه. خب اسم چند نفر رو بگیر ببینیم، راجع بهشون صحبت کنیم. اسم اینایی که باشون مصاحبه کردن؟ آره، یه خیلی برای خودتونم جذاب بوده و یکی از به نظر خودم جذابترین مصاحبه که کردم با سیمین بهبهانی بوده. با سیمین؟ بله، دو دفعه مصاحبه کردم. سیمین بهبهانی دو تا مصاحبه ازش دارم و یه دلنوشته در موردش، یعنی بیشترین نوشته در مورد سیمین بهبهانی بود. بسیار دوستش می‌داشتم من. دوست داشتنی هم بود. خیلی. و زن فوق‌العاده استثنایی بود دیگه. بعد آقای داریوش همایون، اونم جالب مصاحبه که باش کردن، بسیار دلنشینه. آره. صحبت کردم باش، مردی بسیار آگاه، بسیار خوانده، کتاب خوانده، بسیار مطلع، ولی بی نهایت افتاده و متواضع. و بعد به نظر من در بین رجال سیاسی، در بین روزنامه نگاران، در بین روشنفکران، یا در بین اهالی قلم، قوم و قبیله ما، روادارترین انسانی بود که من دیدم. با وجود که یه عقاید خودش داشت که خب همه میدونن داری شما، این عقایدش دست راستی بود، در یه دورانی هم خودش میگه آلوده به در واقع تعصب شد و زیاده روی و افراد شد، ولی با همه کسانی که کار مطبوعاتی میکردن، با همه کسانی که با هر طیفی قادر بیشینه هم بزنه، عصبانی نمیشه اصلا، چپ راست میانه همه رو میپذیرفت. و چقدر جای روزنامه نگاران این چنین خالیست. درسته. اصلا یک در به نظر من در 10 سال گذشته یک اتفاق بد برای حرفه ما افتاده. آقای میبودی یک اتفاق بد افتاده، یعنی روامدار دیگه نیست. روامدار که اصلا نیستیم، خشن شدیم. بله. قلم ها احترام دیگه. بله. اون احترامی بله. که قلم ها محترم قلم بودن ها بو نیست گرفت. بله، بو گرفته، فحاش شدن. بله. هرچی فکر نمیدونم چرا فکر میکنن روزنامه، چرا فکر میکنن اونا از روزنامه نگارن، اونا که این خوب. این روش رو دارن. به نظر کسی از این روش، از این پرنسیب خروج کنه دیگه روزنامه نگار نیست دیگه. منم معتقدم نیستم، ولی جامعه امروز هم که دو شقه شده و دو بدن در تمام دنیا در واقع الان به طرف چپ افراطی، راست افراطی داریم میریم، این چنین فکر نمیکنن. فکر میکنن
اون کسی که قلم به دستشه و برای اون افراد گروه افراطی راست یا افراطی چپ داره می‌نویسه، خب این قاعده اوناست و ازش خوششون میاد و دوست دارن، گوشش میکنن، میخوننش و اینها، و به نظر اونا خب اونا روزنامه‌نگارن، روزنامه‌نگاری درست هم هستن، ولی این چنین نیست. به نظر من روزنامه‌نگاری که داره کار گزارش انجام میده، باید، من همیشه این باور رو داشتم، همیشه هم اینو گفتم، این نماد رو گفتم، روزنامه‌نگار به نظر من باید مثل ضبط صوت باشه. یعنی یا مثل دوربین فیلم برداری باشه، اون چیزی که داره فیلم برداری میکنه، اون واقعیتی رو که داره، آنچه که اتفاق افتاده داره فیلم برداری میکنه، باید همونجور پس بده به مردم. نه، من معتقدم وظیفه روزنامه‌نگار بالاتر است. وظیفه خبرنگار کاملا درست با همینطور باشه، ولی وقتی میشید روزنامه‌نگار، دیگه شما باید از درون واقعیت حقیقت رو کشف کنی، استخراج کنی، در برابر مردم قرار. اون مفسر، اون خیلی مهمه، اون مفسر. خب به هر حال یه روزنامه‌نگار همیشه صاحب نظرم هست، نظرش هم میگه، ولی یه خبرنگار نه، خبرنگار باید واقعیت رو عیناً منعکس بکنه. خب ببینید الان توی آمریکا شما رسانه‌های مخصوصا تصویری که وقتی نگاه می‌کنید، شما دیگه روزنامه‌نگار نمی‌بینید، یه سری تاجر می‌بینید که توی زمینه دارن کار می‌کنن، تاجر درآمدهای هنگفت دارن، برنامه‌ساز می‌بینید 36 میلیون دلار حقوق می‌گیره. بله، درود بر شما. بله، وسط برنامه تو چلاکوی سلام. خب فکر کردم که فرشته نجات داره میاد. من واقعا این نظر من، وقتی نگاه میکنم متوجه میشم که همه تعصبی فکر میکنن به جایی که مردمی فکر کنن، پولکی فکر میکنن، پولکی فکر میکنن، درآمدشون فکر میکنن، درآمد هنگفت دارن، خوب دارن، زندگی لاکچری دارن. بازم در میان اون این افرادی که شما میگید، بازم آدم های محترم و غیر محترم هستن. من تا جایی که کسی که اهل گزارشگری، اهل تفسیر، اهل خبرنگاری، اهل مصاحبه است، هرچی، تا اون جایی که رعایت احترام رو بکنه، رعایت میانه روی رو بکنه، رعایت این که موقعی که داره میره مصاحبه بکنه یا موقعی که نشسته رو در روی کسی که داره باش مصاحبه میکنه، اون موقع حتی مصاحبه گرم موظفه که عقاید خودش رو و عقاید شخصی خودش رو بذاره کنار، از طرف سوال حالا عقایدش بیاره، آه تعصب تو بذار تو تاخچه بیا. بله، اگه مشکل اینه، بله، اگه تعصبش رو بذاره، مشکل اینه، تعصب ایدئولوژی، تعصب مرامیشون رو هم داره خودش میان جلو، حالا دوربین جلو میکروفون، ولی مشکل درست میکنه دیگه. یعنی شما همیشه با یه نفر که میشینید که مخالف شماست، به چشم دشمن بهش نگاه. دقیقاً، دقیقاً. و این یکی از اثرات بعدش آقای میبودی این هستش که روی مردم، روی شنونده، روی خواننده، روی بیننده تلویزیونی اثر میذاره. و بیننده تلویزیونی الان مثلا این پدیده‌ای که فکر می‌کنم توی 10 سال اخیر، دهه اخیر را افتاده اینه که مثلا من توی برنامه شما یه چیزی میگم، شما تو برنامه خودتون یه چیزی میگید، بعد اینو حالا میذاریم روی رسانه‌های اجتماعی، اینستاگرام میذاریم، اون برنامه رو میذاریم، یا خود رادیو دارن گوش میکنن، یا تلویزیون رو دارن تماشا میکنن، از شما سوال میکنن، مردم در واقع مثل بازجویان بازجو شدن، در حالی که به نظر من اصلا اگر که این اتفاق از طرف خود روزنامه‌نگاران نمی‌افتاد، حرمت کار خودشون رو نگه می‌داشتن، مردم به ناچار بازجو نمی‌شدن. حالا شما کدوم طرفی؟ ما بالاخره نفهمیم شما کدوم طرفی هستی. نه، همین خوبه که نتونه شما کنید، یعنی انقدر کارشو قشنگ و ظریف انجام داده که رو مونده بالاخره این چپ راست وسط، بس کارشو داره درست انجام میده، سعی نمی‌کنه عقاید و تعصب خودشو به شما تزریق بکنه. دقیقاً. از این بابت باید براش کف بزنید. بله. والیوم داری؟ او بله بله بله، من خودم هم احتیاج دارم مثل که. میگیریم با سکه خانم ما سرشار اونجا. وقتی زندگی تو تفکیک میکنی دوره های مختلف، از کودکی و نمیدونم تینیجری و بعد جوانی و میانسالی و تا به امروز، کدام یکی بیشتر دوست داری؟ همشون در جمع
هیچ بخشایش خیلی دوست داری؟ فرازشی میخوام بینم کدامه؟ دوران بچگیم و دبستان و دبیرستانم رو زیاد دوست ندارم. دبیرستانم رو چرا یه مقداری، ولی دوران دبستانم دوست ندارم. خوب. مدرسه راهبه ها میرفتیم و خیلی اذیتمون میکردن. خیلی جدی بودن و تنبیه میکردن. اذیتمون تحقیر میکردن. مال شبان روزی بود؟ نه من شبان روزی نمیدونم، ولی شبان روزیش هم بود. داشتن. بله، دوستا از دوستانی که خب در واقع الان هم شهرتی دارند و به مقام های علمی هم رسیدن، یکیش مثلا فرزانه میلانی. بابا خب. فرزانه میلانی هم تو همون مدرسه با من. بله. فرزانه تو مدرسه کجا بودی؟ مدرسه تو خیابون چرچیل. دسته کاتولیکا بود؟ بله، راهبه های لبنانی، ارمنی لبنانی. عجب. بله، و بسیار سختگیر بودن. خیلی سختگیر بودن. و بعدم اونا شبان روزی بودن مثلا. اونا شبان روزی اونجا میخوابیدن. بله، طبقه بالا. یکی دیگه از کسانی که این مدرسه رو اومده و هم کلاس هم دوره، چون خانم همیرا از من کوچیک‌تر، خانم همیرا. همیرا بودی مدرسه بوده؟ بله، خانم همیرا و خواهرش پریناست. اینا هر دو اینجا بودن. کجا بودی مدرسه؟ این مدرسه میگم تو خیابون چرچیل، یه باغ خیلی بزرگ بود، باغ قدیمی و یه ساختمون خیلی قدیمی، مثل الان مثلا بهش میگن تو به انگلیسی یا در امریکا بهش میگن منشن، یه چیزی اونجوری بود که نمیدونم مال کی بوده، مثلا یه سفارت خونه، یه چیزی بود که اینو گرفته بودن مدرسه کرده بودن. از طبقه اولش به طبقه دومش از این پله های بزرگ فنرمانان داشت که میرفتیم بالا، مارپیچ. بله، مارپیچ. خانم همیرا میرفت اون بالا وای میساد و آواز میخوند. بله، آواز میخوند. هم موقع هم صدای میزد. بله، اون موقع البته خب فامیل چند سالش افشار خب هم سن ساله ما از ما کوچیکتر بود، فکر میکنم تو تینیجریش بود. و بسیار هم تو از خانواده بسیار محترم متعین. باباش زمیندار بود. بله، در آذربایجان. اینا جزو معدود شاگردانی بود خانم همیرا و خواهرش که با اتومبیل کادیلاک مشکی و با راننده می اومدن مدرسه. ولی عجب انقلابی و قیامی کرد این خانم. بله، گفت عشق مهمتر از همه چیز. درسته، ولی پدرم دیگه خیلی ناراضی بود از این قضیه. بله، خوب شیا حقی نترسی جا بزنه. نحیفتر از اون بود که بتونه بره به جنگ. نازنین بود، خیلی خوش قیافه بود، خیلی خوش قیافه. دختر جوان ها اصلا این پرویز یعقیر خیلی دوست داشتن. یه بار از خانم همیرا پرسیدم هر روزم یعقیر دوست داری؟ گفتن بله، هر روزم. عشق سر جاش. بله، عشق بسیار جاودانه. یعنی ما پیر میشیم ولی عشق ها جوان میمونن نیست؟ عشق جوان بیاد داره خودش میگه دیگه. همش درد دلم بود اگه قصه میگفتم، اخ اگه قصه میگفتم، چه حرفات نگفتم ببینم این مدرسه که بعد تنبیهتونم میکردن مفصل اسمی کتک.
تنبیه پولی میکردن. اگه لیله وازه میکردیم میگفتن دختر نجیب، دختر سنگین رنگی، لیله وازه نمیکنه، باید پول میدادیم. یه کاسه بود اونجا، کاسه این که باید بود جریمه هامون رو تو اون تو میریختیم. خب پول بعد جریمه نقدیم داره مثلا 5000. خب اون موقع چیز بود که حالا مثلا چقدر شما بهتون پدر مادر پول میدادن، چقدر پول جیب میگرفتید؟ 5000 مثلا 2000 فکر میکنم. بله 2000 میگرفتن از میگرفتن دیگه. بعد میگفتن یعنی نقره داغمون میکردن که نکنیم. کتک چی؟ بعد فیزیکی چی؟ کتک فیزیکی با هر بستگی به هر معلمی داشتیم. یه مدیر ایرانی داشتیم ما، روح شاد، چون من با دخترش خیلی دوست بودم، خانم اکبر، روح شاد، مدیر فوق العاده بود. اکبرای معروف؟ بله. از اکبرای یکیشون خواننده بودن؟ نه، از اکبرای شمالی. همون شمالی شمالی بودن دیگه. پدرشون فکر میکنم که سناتور بودن، سناتور اکبر یا پدر بزرگشون، یا نه از اونها. یکیشون سفیر بود دیگه در آذربایجان. اون دختر اکبر تو خاتونم میخوند. درسته. درسته. بله از همون فامیل بودن، فامیل خیلی برای اینکه در اون سالها مثلا حدود 60 سال پیش 65 سال پیش فرانسه زبون بود، فرانسه صحبت میکرد، تحصیلات فرانسه کرده بود. درسته. و خیلی ولی بسیار جوسی کوچیکی هم داشت، ولی بسیار سختگیر بود. آه. بسیار خشن بود. دخترش هم با ما هم کلاس بود. عجب. و میمی بهش میگفت، میمی اکبر. و موقعی که میومد تمام کلاس رو تنبیه میکرد. اولم گفت به دختر خودم میزنم که نرید به پدر مادرتون بگید. چیکار میگه؟ سیلی میزد. بله. بعد میگفتش چند بار شما سیلی؟ من خوردم دیگه، من اندازه کافی خوردم که از اون دوران خاطرات نداشته باشه. خاطر به امید تفاصیل با دخترش دوست بود. بله با دختر خود دخترش هم میزد، میگفت اول دخترمو میزنم، میمی رو میزنم که به پدر مادراتون ندید بگید که می دختر خودش نزد ما رو. اون اول میزد. آخه بعد یه معلم داشتیم، معلممونم یه اونم با سواد فرانسه داشت، بسیار خشن بود. هم یک دونه مداد داشت و یک دونه تراش. لای انگوش میگذاشت؟ نه کاش لای انگوش میذاشت. ما موقع که میدیدیم این مادمازل بشن میگفتیم مادمازل. خب. این داره مداد و تو تراش میچرخونه که نوکش تیز کنه. هممون میخواستیم بمیریم برای اینکه میگفت دستت بذار رو میز، نوک مداد میذاش رو پشت دستت، بعد با مش میکوبید رو بخش چیزش پاک کنش، سوراخ میکرد دستمون. آقا این جنایتکار، جنایتکار بودن دیگه. بعد یه چیزی بهتون بگم آقای میبودی، اگه میرفتیم به پدر، این برای من باعث تأثر و تعجبه، به پدر مادر رو شکایت میکردیم چی میگفتن؟ میگفتن چی کار کردی که کتک خوردی؟ نکردی که جونت دره، زبونتو ببند مثلا. حرف زیادی نزن. چی کار کرده بودی؟ هر کاری میکردیم که خلاف نرم دستوراتی که بچه ها چی کار میکردیم؟ خیلی انزبان خب... یعنی مثلا شلوغ بکنن. آره همون شلوغ بخندن، بلند بخندن. حالا شما اون محیط اون کلاس رو، خود شما یه نوعی از این کلاس ها رو رفتین دیگه، مقایسه کنید با کلاس های اینجا که بچه ها سوار معلمان، سوار معلمان. اصلا من معلم ها اجازه ندارن تصفیق کشو نمیتونم آره. یه چیزی به بچه ها بگن، یعنی اون تربیت بد بود، این تربیت هم بده. دو طرف طیفه، میانه روی توش نیست اصلا. یعنی بچه ها هر کاری بکنن، معلم اگه یه حرف بزنه فردا سو میشه در امریکا. همیشون. یعنی میترسن و درس میدن. همیشون. ما واقعا شاگرد بودیم میترسیدیم بریم سر کلاس از دست معلممون، الان معلم ها میترسن که برن سر کلاس. اینی که من نه اون دوران اون خاطره خوبی رو... نه نه من عجب خاطره خوبی از دوره مدرسه. راست میگی؟ میرفتی کلاس آقای شرقی؟ مدرسه شرقی میرفتید؟ ببین یه سری از هم کلاسی هم یهودیانی بودن که الان تو لس آنجلس هم شهادت میدن. ما از این چیزا نداشتیم اصلا. درست. خیلی روامدار بود. دکتر سیروس فریور بوده، محجوبی بوده، لاله پور بوده، نمیدونم قشقایی بوده، بهمن قشقایی بوده، بهایی ها بودن هم، خیلی همش اسمشون هم به خاطرم هست، ولی حالا به کنار. ولی خاطره خیلی خوب. پس معلوم میشه مدیریت و نوع تربیت توی مدرسه خیلی موثر. خیلی موثر. البته این بخشی که شما میگید رواداری مذهبی تو همین مدرسه انستیتو مریم بود. بله. شما نمیخواستم مثلا مسیح بشی؟ نه، ولی ما رو میبردن کلیسا هر صبح. دعای صبح هرکی نه، هرکی دعای خودشو بخونه. نه، همون بعدون میرفتیم. خب بس
اجباری بوده دیگه. نه ولی منظورم اینه که همه ما تو اون مدرسه کنار هم میشستیم، با هم دوست بودیم، با هم همه رو میبردن، همه رو میبردن. بچه بودید. آره. بچه که به هم از این مشکلات ندارن. واقعا دوران بیگناهی زندگی آدم دوران بچگیست و چقدر بده که این دوران رو پدر، مادر، معلم، ناظم، مدیر مدرسه، کسانی که با اونا سر کار داره تلخ بکنن. تلخ بکنن که مثلا من با خاطرهای دوران بچگیمو که با فرزانم با هم که صحبت میکنیم، هنوز بعضی موقع با هم کلاسی سابق صحبت میکنیم میشینیم، این خاطرات رو میگیم و بعدم بعضی موقع میخندیم، ولی خنده همون تلخه. برای اینکه یه مقداری هم خیلی باتون چیز با شفاف بخوام حرف بزنم، یه مقداری هم حسودی میشه به بچه های حالا، میبینم که اینا چقدر در محیط آزادتری دارن تحصیل میکنن، یه مقداری دلم میسوزه برای بچه های داخل ایران که اونا هنوز. ولی اینجا دلتون برای معلم ها بسوزه. آره آره واقعا رقتبار میسوزه، قبول کنید که میسوزه رقتبار. ولی اون ماجراهای شلاق زدن و ترک زدن که الان همچنان در ایران رایجه در مدارس، ما تا خب مدارس شهرستان ها و دهات و این چیزا، ولی با همین وجود بچه های کلاس های ابتدایی موقع که معلمش رو یه همچی کاری میکنه فیلم میگیرن میزنن توی رسانه های اجتماعی، یعنی آبروی معلمشون رو میبرن، مقاومت میکنن. این نسل، نسل جدید داخل ایران دیگه نمیرن زیر بار این که این کتک ها رو بخورن. و بعدم یه اتفاق دیگه برای پدر مادر افتاده داخل ایران. پدر مادره دیگه به بچه نمیگن چی کار کردی که کودک خوردی، میگن برو برای حقت بجنگ. چرا من اون شب توی مراسم آقای دکتر لاکوی مراسم سال تولد دکتر لاکوی به موارد اشاره کردم، نمیدونم چرا قد بد برداشت کرد. گفتم آقا ما در دوره زندگی، دوره کودکی ما، خانواده های مذهبی وجود داشتن که تو این یه حکم بود بینشون، بچه بزرگ به دنیا میاد. یعنی بچه حق نداره بچگی کنه، بچه باید سریعا مبادی آداب بشه، باید مرتب باشه، حرف نزنه، اظهار نظر نکنه. دخترهایی که میخندیدن بهش میگفتن بقی، خب میدونم چه عیبی داره. دختری که بلند میخندیده برابر چی میگفتن بی حیا. به زنی که از حق اشتفا میکرد میگفتن لکاته. آقا میگفتن. بله. به دختری که عاشق میشد میگفتن هرزه، فاحشه. درست. به دختری که آره، به کسی که از حق زنها دفاع کرده میگفتن فاحشه. چقدر از این واژه فاحشه در مورد شخصیت هایی استفاده شد که برای حق رأی زنها تلاش کردن، مقاله نوشتن، مبارزه کرد. خب اینا واقعیت داره. یه دیده فهمید آخا چی رو گفت فاحشه. خب گوش کن آقا من دارم چی میگم. اینا واقعیت، اینا رو گفتن دیگه. خوشبختانه ما پشت سر گذاشتیم تا حد زیاد، پس کم خانواده ایرانی پشت سر گذاشتن دیگه. نمیدونم هنوز تو ایران هم هست یا نه. خب حکومت، حکومت که حتما هست. حکومت هنوز زنا رو بنو. تو چه به این نرخ بهره، نرخ هوش، بهره هوشی نسل جوان تو ایران نظرتون چیه؟ شنیدم به نظر من خب آمار جالبیه، ولی گیرد متخصص میخواد یا فرد هولاکویی میخواد؟ فرد دکتر هولاکویی و آقای محاسب هر دوشون فکر میکنم در این زمینه میتونن توضیح، چون که معمولا چنین آمارگیریایی که میکنن یه مقدمه هستش که توضیح میده، یه اینتروداکشن داره که میگه، توضیح میده که ما اینو در چه گروهی، در چه سنی، در چه محیط جغرافیایی گرفتیم، چه کسانی که با همدیگه بشه اینا رو در یه طبقه قرار داد. و بعد شما مثلا خواهید دید، حالا مثلا اگر که اون آمارگیری در دسترس دکتر هولاکویی آقای محاسب قرار بگیره که فردا در موردش صحبت بکنن، خواهید دید که مثلا میگن که در سن، از این سن تا این سن رو گرفتیم، که کسانی که حالا در کشورشون بودن یا در کشورشون نبودن، تو کشورهای دیگه بودن، یا اینی که در محیط‌های تحصیل کرده ها رو گرفتیم، غیر تحصیل کرده ها رو گرفتیم. اصولا بهره هوشی معنیش چیه؟ خیلی از مردم فکر میکنن مثلا بهره هوشی مساوی با سواد، سواد نه زیاد نه که اصلا یه آدم بی سواد میتونه بهره هوشی فوق العاده داشته باشه، در حالی که آدمایی که خیلی هم تحصیل کردن میتونن بهره هوشیشون متوسط باشه. اینی که این توضیحات اگه داده بشه خیلی روشن تر میشه و فکر میکنم جالب میشه به صحبت، بحث جالب. شما این کارو بکنید فردا. چشم حتماً این کارو میکنید. چشم شما بی بلا خانم هما. برای شما ممکنه تو این سالهایی که با حرف زدیم خیلی چه نظرات متفاوت داشتیم، ولی قربت هم حفظ کردیم،
این کاری پرنسیپ هایی داره، پرنسیپ ها رو حفظ کردیم. خب این خودش میشه سرمشق. خب برای بقیه هم وقتی میان مناظره میکنه اینجور به جون هم نیفتن. مناظره آخره دیدی؟ دیدی هم ناجور بود خیلی. همه چی بد. آره همه چی. یا جایی که تو بین خود ایرونیا الان تو تلویزیون ها دارید میبینید که واقعا گاهی میرسه به فحش و اینا، به فحش و فضیحت و اتهام و حرفای زشت و بد. و به نظر من اونایی که از این خط خارج میشن اولا دیگه خدافظی یعنی از خودشون خلع مسئولیت میکنن. یه دونه یه اضافی میذارن وسط اسمشون، میشن روزی نام نویس. بله روزی به نرخ روز نون میخورن و به نرخ روز. و بعدم شما میدونید که همیشه اگه که حرفای هیجانی بزنید مردم بیشتر مشتاقن که بشنون اونو. یه یادی بکنم من از مجید دوامی سردبیر من در زن روز، اصطلاحی داشت که میگفت روزنامه های تاخچه‌ای و روزنامه های باغچه‌ای. گفتیم این توضیح رو چجوری توجیه میکرد. میگفت شما تو خونت داری مثلا گلاتو تو باغچه هستی داری گلاتو درست میکنی یا باغبونی میکنی یا کاری، اون موقع روزنامه و مجله و اینا رو میآوردن در خونت. روزنامه چیز روزنامه‌ای هم بهش میگفتن. روزنامه‌ای میاد یه دونه روزنامه رو یا مجله رو به شما میده، یه نگاه میکنین میگه به به، چرا میذاریش کنار تو تاخچه، میگید اینو میخونمش. بعد یه دونه دیگه روزنامه میاد، یک تیتر نمیدونم 72 زده که نمیدونم چی شد این اونو کشتن و بعد اصلا قیچی و نمیدونم گوجه بیل کندن باغچه و اینا رو همه رو میذاره که دستتو میشه روزنامه شو میکنه خوندن. گفت فرقش اینه، فرق خواننده نشریه‌ای که در میادی تاخچه باشه یا باغچه. یکی از دوستان من که خودش الان تلویزیون داره، قبلا در یک تلویزیون در شرق آمریکا کار میگو بر بر رفتیم برنامه میدادیم، این صاحب تلویزیون که خودش هم برنامه داشت رو توی برنامهش الفاظ زشت استفاده میکرد، فحش خوار مادر میداد از این. بله میدونم کیو میگید. میگفت این اصرار نارضایتی میکرد، آقا این چه برنامه بود؟ میگفت دیگه همه ما جمع شدیم برنامه سازا، گفت آقا بشین ما رو هدایت کن ما چه نوع برنامه ببینیم. گفت که آقایون به چه سبب مردم وقتی تو خیابون میرن یه بار یه وای میسن جمع میشن یه جایی، وقتی کتککاری میشه چاقو کشی میشه؟ ما برنامه هایی باید بدیم در حد چاقو کشی که مردم بخواهم ترانه گوش کنیم. موافقی؟ خیلی. یه ترانه درجه یک. بله میدونم چی، حالا بذار فرخود جان بذار. زده عشق تو بد به سرم، واسه دیدنت گل بخرم، میشه حرف بزنی تو یه زنگ بزنی، واسه بشماری پشت درم، به چشم کسی سر نمیشه، تو با معرفت نمیشه، منو خون بلدی وقتی دل میبری، ایشکی انگوش موچی کرد نمیشه، ممونمون از اون رنگ چشات، مثل لالایی زنگ صدات، منو خواب میکنه آخ دل و آب میکنه یه نگات، ممونمون از اون دل بریات، سلیقمون به هم خیلی میاد، ناز تو میخرم جز تو هیشکی به من نمیاد. تو اینجوری به دلم بشین، تیکه تیکه های قلبم و کنار هم بچین، ساکت و مغروریم با مهربون دارت بگردم، آخه کی مثل تو میشه عشقمون حسر به فردم.
ممنونمون از اون رنگ چشات، مثل لالایی زنگ صدات، منو خواب میکنه آخر و آب میکنه یه نگات. ممنونمون از اون دلبریات، سلیقمون به هم خیلی میاد، ناز تو میخرم جز تو هیچی به من نمیاد. اصلا این جوانان رو در میبینه حیرت حض میکنه واقعا. هر ملت دیگه ای بود یه همچی حکومتی باره سرشون بود همه سکته مغزی میکردن و میرفت. اینا بایستادن مقاومت کردن، رفتن تو بیابون دست جمعی دختر رو بسر ترانه ساختن، خوندن، پخش کردن توی اتوبوس هم دارد. توی اتوبوس در حال حرکت تو کبیر نزدیک قم که هیچ کسی که دستشون به دامن اینا نرسه. دمشون گرم، زنده باشن این بچه ها. یادی بکنیم از مهسا و این چهارراهی که در وسود روز یک شنبه به نام زن زندگی آزادی زحمت کشیدن. تعدادی از کنشگران دست همشون درد نکنین کاری کردن. در فرانکفورت هم مثل اینکه چهارراه دیگری هم به اسم جینا گذاشتن و یه جای دیگه هم بود مثل اینکه خیلی در ایتالیا خیلی جا گذاشتن. من دیگه دلم میخواد هر روز برم میام از این چهارراه رد. چهارراه زن زندگی آزادی در وسود، همون جایی صندلی نیمکت داره اونجا بشینه. بله، بستنی فروشی راستی کشه، بستنی فروشی هست ولی دور از اونجا داره. از دور و دور بینید دیگه رفتن اونجا کیف داره. آره. نشستن. ممنونیم از مهسا. بله واقعا من مدیونیم و من مدیون و ممنون و سپاسگزار. روز عزیز خدافظی میکنیم بهش. ممنونیم، بازم سپاسگزاریم ازش، از همه محبتش و انتخابای زیبای آهنگا. دکتر رضا تقی‌زاده در گلاسکو. چه گفتی گلاسکو؟ پرسی کجاست؟ گفتم نه نگفتم کجاست، گفتم چه عجب رفتن در اسکاتلند زندگی. گفتی ایرانی هم اونجا براوون به هم میرن چی تنیس. آره بیا آقا تو این سه روز سال کسی تنیس نمیره که دوبارم خورده زمین. آخه